از اون به بعدش هم که خودت میدونی. پسرم ما رو ببخش که باعث شدیم این همه مدت تنها بمونیم. این حرف رو نزنی مادر جون، شما که تقصیری نداشتین، تازه کلی رنج و سختی هم به خاطر من تحمل کردین. در ضمن درسته که من مدت ها از شما دور بودم و به خاطر این دوری هم خیلی ناراحتم، ولی در عوض این دوری باعث شد که کلی تجربه خوب و با ارزش به دست بیارم و معنی خیلی از چیزا رو بهتر بفهمم. الانم که پیش شما هستم خیلی خوشحالم و بیشتر قدر این لحظه ها رو میدونم. چقدر با احساس، الانه که اشکم در بیاد. اینجا چی میخواییم؟ هیچی با، فقط میخواستم شما رو بفرستم همون جایی که شوهرت رفت. ای بدجنسا، پس شماها پدر منو. اینو ببینیم، حتما همون بچه یه که سیامی رو. آره رئیس، چقدرم شجاع و نترس داره. آخه خیلی دوست داره که زودتر بره پیش بابا جونه. بابا جونه بچه‌سا، حساب همتون رو میرسم. تو این در بایسا عقب. ولی مادر، همین که گفتم. باشه، با اول درد تو رو میارم. اونجا رو ببینیم. گرگا، گرگا حمله کردن. ما بر میگردیم، ما بر میگردیم. خوبی مادر جور؟ بله من خوبم پسرم. لاکی به من گفته بود که تو قدرت فوق‌العاده‌ای داری. با این حال من فکرشم نمی کردم که اینقدر قوی و نیرومند باشی. تو درست مثل پدر جنگیدی. واقعا؟ شما حالتون خوبه؟ بوده دیگه، اگه به هم رسیدی. هوا میگی بابه، سب کن. سلام، صبح بخیر. سلام. شنیدم که دیشب گرگا بهتون حمله کردن. آره، ولی چیز خاصی نبود. خوشحالم که صدمه ای ندیدی. البته میدونم که چجوری حسابشون رو رسیدی و فراریشون دادی. از کجا میدونی؟ خب اینجا خبرو زود پخش میشه. تو بیشه همه دارن راجع به اون اتفاق و کار شجاعانه‌ای که تو کردی حرف میزنن. ای بابا، من که کاری نکردم. راستی به خاطر پدرت خیلی متاسفم. اون حیوان خیلی خوبی بود. ممنون. پدر مادر تو چی؟ اونا کجا؟ پدرم وقتی که من خیلی کوچک بودم به وسیله چند تا آدم بد شکار شد. مادرم هم چند سال قبل به خاطر یه بیماری سخت از دنیا رفت. خیلی متاسفم. حتما بعدش خیلی تنها شدی. خیلی نه، مادرم قبل از مرگش منو به پدر و مادر تو سپرد و از اونا خواست که مراقب من باشن.
اونام همیشه در کنار من بودن و هیچ وقت نذاشتن که احساس تنهایی بکنم. برای همین من پدر و مادر تو رو خیلی دوست دارم، درست مثل پدر و مادر خودم. پس تو میخوای جای منو پیش اونا بگیری؟ نه اصلا اینطوری نیست. شوخی کردم بابا، گل نشو. ای بد جنس. زیا باش، زیا زیا چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ من دیشب اون بچه یوسف پرنگو دیدم. خب اون واقعا با بقیه فرق میکنن، قدرتش غیر قابل مهاره. ولی تو که میگفتی؟ الان وقت این حرفان سیاه، باید یه فکری به حال اون بچه یوسف پرنگ بکنیم، و اینا دیگه نمیتونیم موفقیت خوبی داشته باشیم و هر کاری که میخواییم بکنیم. یعنی الان تو داری از من کمک میخوای؟ بالاخره هرچی باشه تو هم یکی از مایی، اون بچه رو بیشتر از ما میشناسی. نگران نباش، یه نقشه خوب براش دارم. به موقعش دخل اون بچه و بقیه یوسف پلنگا رو میاریم. تو رعنا هستی؟ بله، تو کی هستی؟ من؟ من دوست تندرم. پس چرا تو حالا ندیدمت؟ آخه من تازه از راه رسیدم و هنوز فرصت آشنایی با کسی رو پیدا نکردم. پس من از کجا میشناسی؟ خب معلومه، تندر نشونی تو بهم داد و منو دنبالت فرستاد. تندر؟ واره، اون به کمک احتیاج داره. آخه از بالای یه صخره پایین افتاد و پاش آسیب دیده. ای وای، پس باید برم کمک بیارم. نه، لازم نیست. آخه اون دلش نمیخواد که مادرش رو بی خود نگران کنه، برای همه خواست که تو به کمکش بری. ولی باشه، پس زودتر راه بهم نشون بده. باشه، از این طرف بریم. بریم، عجله کن. ما باید زودتر گرگا رو از بیشمون بیرون کنیم. با وجود اونا نه ما و نه بچه هامون دیگه امنیت نداریم. منم موافقم، تو این 10 روزی که اونا به اینجا اومدن آسایش و زندگیمونو از ما گرفتن. و بهترین دوستامونو. ما اول باید خودمون آماده کنیم و بعدش با یه نقشه و برنامه حساب شده با اونا بجنگیم. ولی من فکر میکنم که به این کارا احتیاجی نباشه. من خودم به تنهایی از پسشون برمیام، اونا رو از این بیشه بیرون میکنم و انتقام پدرم از همش رو میگیرم. ولی تعداد اونا خیلی زیاده تندن، در زمونا خیلی هم خشن و بیرحمن. بله، با این وضعیت اصلا صلاح نیست که تو تنهایی با اونا مبارزه کنی. الان بهترین کار اینه که همه با هم جلوشون وایسیم. ولی آخه چیه؟ نکنی فکر میکنی که ما خیلی ضعیفیم و کاری از دستمون بر نمیاد؟ نه اصلا. درسته که ما مثل تو خانوادت قوی و نیرومند نیستیم، اما در کنار هم میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم. بله درسته، برای هر کاری هم میخواییم بکنین نذارین زیاد طول بکشه. با این حرف تونگر موافقم، ما باید زودتر دست به کار بشیم و بی خودی زمان رو تلف نکنیم. بله درسته. من موافقم. بهترینشه. کجا میری تندر؟ الان برمیگردم. اینجا چی میخوای؟ اون دختره رعنا پیش ماست. شما؟ منظورم سیاه و بقیه گرگاست. سیاه گفت اگه میخوای بهش آسیبی نرسه خیلی آروم و بی سر و صدا با من بیا بریم پیشش. ها؟ بلاخره چی کار میکنی؟ باشه میام. پس دنبال بیا. واه!
پس رانا کجاست؟ اینجا که خبری نیست. واه عجله نکن، الان میرسی. وای به حالت اگه بهم دروغ گفته باشی. نگران نباش، الان یه راست میبرمت پیش خودش. واه دیگه رسیدیم. اونها اونجاست. رانا، رانا، نگاش کنی مثل یه موش کوچولو تو تله ما افتاده. تبرک بیچاره، دلم براش میسوزه رئی. البته فکرشم که میکنم میبینم اوضاعش خیلی هم بد نیست و به دلسوزی هم نیازی نداره. در عوض باید دلمو واسه مادره و دوستاش بسوزه که قرار امشب دخلشونو بیاریم. بی خودی خودتو قصه نکن، محاله که بتونی اینجا بیرون بیای. ای بکنز، تو حق نداری که با مادرم و دوستان کاری داشته باشی. حق نداری. امشب میبینی. در ضمن نگران اون دخترم نباش، جاش پی شما امنه. امنه من دیگه باز برم، ولی یه نفر اینجاست که مطمئنم از دیدنش خیلی خوشحال میشی. شما رو با هم تنها میذارم. از همهش زیر سر توه. همهش که نه، ولی تا اونجایی که به تو مربوط میشه. آره نمیدونی چقدر از این که تو رو تو این وضع میبینم لذت میبرم. راستی شنیدم گرگا پدر تو. ساکت شو، تو حق نداری که راجع به اون چیزی بگی. حالا دیگه فقط مادرت مونده که اونم امشب کارش تمومه. اون موقع است که من دیگه میتونم یه نفس راحت بکشم. من تا حالا فکر میکردم که مشکل تو فقط با منه، ولی الان میبینم که تو حتی با خانواده من هم مشکل داری. آخه چرا؟ اونایی که در حق تو بدی نکردن. چرا کردن؟ اونا زندگی منو نابود کردن و همه چیزمو از من گرفتن. اگه اونا به گوسفندای مزرعه حمله نمی کردن، الان همه چیز سر جای خودش بود. منظورت همون اتفاقیه که سالها پیش افتاد؟ از تو هم میدونی. آخه اون جریان چه ارتباطی به تو داره؟ اینش دیگه به تو مربوط نیست. ولی پدر و مادر من اون کارو نکردن، اون حمله کار شماها بود. چی؟ منظورم گرگاست. گرگا بودن که به مزرعه اون آدم حمله کردن و گوسفنداشونو کشتن. ها؟ حرف بی خود نزن، با این دروغا نمیتونی چیزی رو عوض کنی. من هیچ وقت دروغ نمیگم. چجوری باید حرفاتو باور کنم؟ من میدونم که اون آدم فکر میکرد که پدر و مادر من به گوسفندای اون حمله کردن و باعث شدن که پسرش دیگه نتونه حرف بزنه، ولی توی اتفاق اون پسر حالش خوب شد و همه جریان رو برای پدرش تعریف کرد. منم همه چی رو فهمیدم. چی شد؟ حالا حرفامو باور کردی؟ چی شده سیا؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو چیزی درباره یه حمله گرگا به گوسفندای مزرعه میدونی؟ منظورم همون مزرعه است که یه آدم همراه پسر بچه‌شم اونجا زندگی میکردن. نکنه منظورت همون جاییه که یه سگ بزرگ داشتن که بهش میگفتن سفید؟ درسته. آره اون که کار خودمون بود. اون موقع تو هنوز پیش ما نیومده بودی. عجب حمله تره تمیزی بود، کلی غذا گیرمون اومد. تازه هیچ کس هم نفهمید که کار ما بوده. همه فکر میکردن که گوسفندا به اونجا حمله کردن، حتی اون سگ نادون. راستی تو از کجایی نمیدونی؟ میکشمت.
چی شده سیاه؟ داره اینجوری میکنی؟ کمک! کمک! من از دست های دیوونه نجات بده! نجات بده! بچه حالت خوبه پسرم؟ بله خوبم. ولی شما چجوری منو پیدا کردی؟ زاغی ما رو آورد اینجا. زاغی؟ کاش ما تنها نیستیم. رانا، رانا تو چنگ گرگا اسیر مادر جون. نگران نباش پسرم، با کمک هم نجاتش میدیم. بعدش هم یه درس حسابی به گرگا میدیم و اونا رو از بیشه بیرونشون میکنیم. خوبه، پس بریم. حالا چی کارش کنیم رئیس؟ و این وضع وعیده که زنده بمونه. بزنی همینجا بمونه تا بمیره. ما کارهای مهمتری داریم. الان وقتشی که به طرف بیشه حمله کنیم و کار اون یوزپلنگا و بقیه ایوانا رو یه سره کنیم. رئیس، خواهش میکنم اجازه بده که منم با شما بیام. مطمئن باشی که به دردتون میخوره با. بله خب باشه، تو هم میتونی بیای. ممنون رئیس. همه گی واسه حمله آماده ای؟ بله رئیس. یا تو؟ چجوری تونستی همون چابیه بیرون؟ و مجبوریم همینجا دخلتون رو بیاریم. گرگا حمله کنید. کجا داشتی میرفتی؟ اینم یه جفتک با حال تقدیم شما. دیگه تموم شد. اینجا چه خبره؟ حالا تموم شد. ولی هنوز رعنا رو پیدا نکردیم. اون اینجاست. ای بچه‌ست، حسابتو میرسم. جا تکون نخور و اینا میندازمش پایین. خواهش میکنم با رعنا کاری نداشته باش، بذار اون بره. باشه، ولی بعد از اینکه کارم با شما تموم شد بگو از ما چی میخوای. میخوام که تو خودتو بندازی تو دره. چی؟ نه خواهش میکنم پسرم، نه. هر بلایی که میخوای سر من بیار. نگران نباش، نوبت تو هم میرسه، ولی اول نوبت بچته. میخوام از شرش خلاص بشم. زود باش تمومش کن، من که نمیتونم تو صبح منتظر بمونم. خیلی کارا دارم که باید انجام بدم.
باشه، تمومش میکنم. بالاخره انتقاممو گرفتم. حالش چطوره؟ مشکل خاصی نیست، زود خوب میشه. ولی چی؟ یه چیزی هست که برام خیلی عجیبه. تندر چی کار میکنی؟ این که دیگه گرگ نیست. از اولش هم نبود. اون در حقیقت یه سگ؟ بله، اون در حقیقت یه سگه. من اینو میشناسم. این همون سگیه که با اون آدم برای شکار من و پدرت اومده بودن. بله، من سپیدم. پس برای چی خودتو به شکل یه گرگ در آورده بودی؟ همه چیز به همون شبی برمیگرده که مادر تندر گفت. چون من و صاحبم به اشتباه فکر میکردیم که یوزپلنگا به گوسفندا حمله کردن و باعث شدن که دیگه پسر صاحبم نتونه حرف بزنه. اما بعد از اینکه شما از دست ما فرار کردین، صاحبم که منم تو اون اتفاقات مقصر میدونست، با تهدید منو از خودش دور کرد و دیگه نذاشت به خونه برگردم. منم که صاحبم و بچهشو خیلی دوست داشتم و عاشق خونم بودم، تصمیم گرفتم انتقاممو از یوزپلنگا بگیرم. ولی اونجوری نمیتونستم تو طبیعت دووم بیارم. برای همینم پوست یکی از گوسفندا رو به تنم کشیدم و خودمو جای یه گرگ جا زدم تا بتونم تو دسته اونا باشم و ازشون برای ضربه زدن به یوزها استفاده کنم. البته شما دیگه از اونجا رفته بودید، برای همین شروع به آزار و اذیت تندر کردم، چون میدونستم که اون بچه شماست. پس برای همین بود که اینقدر از من و خانوادم کینه و نفرت داشتی؟ بله، ولی اشتباه میکردم. از طرفیم اونقدر تو ظاهره یه گرگ موندم و با آشون رفت و آمد کردم که دیگه خودمم باورم شده بود که یه گرگم. برای همین رفتار و اخلاقم هم مثل اونا شده بود، بی رحم و بی احساس. من خیلی بد شدم. حالا کجا داری میری؟ من دیگه نمیتونم تو چشمای تو و خانوادت نگاه کنم. لکی، یادم یه بار بهم گفتی من نمیفهمم که مشکل تو با ما چیه، ولی شاید اگه خودتو عوض نمی کردی و همون چیزی که بودی میموندی، اینقدر دوچار مشکل نمی شدی. تو راست میگفتی. اگه من خودم بودم و هویتم رو حفظ می کردم، این همه چیزای با ارزش زندگیمو از دست نمی دادم. حالا که بازم خودم شدم، برمی گردم تا شاید بتونم دوباره اونا رو به دست بیارم. فکر کنم منم باید باش برم. آخه نمیتونم تنهاش بذارم. امیدوارم که منو به خاطر کارهای بدی که کردم ببخشی. خدا حافظ. لاکی جون، حالا نمیشه بی خیال سفر بشی. آخه ما به تو عادت کردیم. منم به شما عادت کردم، ولی سفر کردن باعث میشه تا تجربیات جدید به دست بیارم و کلی چیزای تازه یاد بگیرم. تو که این همه سفر رفتی. اتفاقا همین سفر باعث شد تا بفهمم هنوز چیزای زیادی برای دونستن و تجربه کردن وجود داره که من هیچی در موردشون نمیدونم. پس تندر چی میشه؟ اگه تو بری چی میخواد بهش داروی گیاهی بده؟ خیالت راحت باشه. تندر مدت هاست که دیگه نیازی به دارو نداره و کاملا خوب شده. به خاطر همه زحماتی که کشیدی ازت ممنونم لکی. تو دوست خیلی خوبی هستی. آره لکی، منم هیچ وقت کارایی رو که تو برام کردی و فراموش نمی کنم.
من خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. خواهش میکنم لطفا انقدر خجالتم ندین. خب دیگه با اجازتون ما رفتیم. خدا حافظ به امید دیدار.